خانمای ما در ولایت دایکنی در فکر مثل کمون اولیه زندگی میکردن. همو تو یک زندگی سخت، بسیار زندگی ساده زیستی، تعجب بود برای اونا. اونا می اومدن ما رو می دیدن فکر و یک آدم های جدید دیده بودن. ما اونا رو می دیدیم، ما برای ما تعجب بود. فکر مثلا ما از یک فکر از یک جای نسبتا مدرن آمده بودیم، شهری تقریبا، و اونها یک خانواده و یک زندگی روستایی که به سطح اولیه زندگی میکردن. ما برای اونا جالب بودیم و زندگی اونا برای ما. من تصمیم گرفتم که از یک جایی باید شروع کنم برای خانمای افغانستان، و او خوب است که از اون زادگاه خودم شروع کنم. خب چگونه شد که شما تصمیم گرفتین که از مهاجرت دوباره به افغانستان برگردید؟ متاسفانه شما خو خبر دارین 2 سال شد که بانوان افغانستان از تحصیل منع شدن. من از خاطرات خودم میگم که به خاطر تحصیل آمدم، خانوادرم من تشویق کردم که برگردیم به افغانستان بعد از این همه مهاجرت. تقریبا مهاجرت پدر مادرم از 36 سال شده بود، و بعد از او ما آمدیم به افغانستان، به کابل. من تصمیم داشتم فاکولته رو شروع کنم سال و آمدین سال در کدام سال؟ 83 برگشتیم به افغانستان. سه. سال 1383 سال 1383 آمدیم به کابل، و بعد از او که به کابل بودیم، چون او تایم کانکور و امتحان کانکور نبود، یعنی یک چند وقت ماهی ما وقت داشتیم که در کانکور اشتراک کنیم. من کانکور عمومی تصمیم داشتم امتحان بدم و هر رشته‌ای که کامیاب شدم، برای من مهم نبود که چه رشته‌ای میخوام بخوانم، برای من مهم بود که دانشگاه رو بخوانم، یعنی یک آدمی شوم که تحصیلات عالی داشته باشم. رفتیم به دایکندی، و در دایکندی همون تایمی که ما رفتیم بعد از اولین بار که از مهاجرت شما برگشتین به دایکندی رفتین؟ اینکه بر اول آمدیم کابل، از کابل رفتیم دایکندی. بر زندگی دایکندی را انتخاب کردین؟ برای زندگی دایکندی را انتخاب نکردم، فقط صرفی که او زمان به خاطر که پدرم اولین بار میخواست به منطقه برم و ما باید یک دفعه به منطقه میرفتیم، یک خب بار برای دید و بازدید به منطقه باید میرفتیم. تحصیلاتتان را باز یعنی امتحان را در دایکندی سپری کردید؟ نه ای تو شد که ما که آمدیم به کابل، بعد از کابل یک ماهی به کابل بودیم، بعد از کابل رفتیم به دایکندی. بعد در دایکندی هم که او دوره تقریبا ثبت نام بود برای کاندیدای پارلمان، باز همه کس ثبت نام میکردم خود در پارلمان از منطقه. باز من خود کاندید کردم و انتخابات بود و الکشنها بود و انتخابات خلاص شد، و من دیدم که در او انتخابات چون تقلب زیاد شده بود و حتی پیسه تا بالا شده بودن، پیسه داده بودن بین 5 خانمی که کاندید بودیم، ما و دیگه خواهرایی که الان شاید که نباشن به پارلمان از افغانستان. ولایت دایکندی شما بودین. بله، یعنی کاندیدای سال 84، 1384. کیا بودن؟ امرای ما در دوره ما عفیفه امینی بود، شیرین محسنی بود، امیرتاج سیرت بود و من بودم، و یک خانم دیگه هم حدوداً، یکی از خانم ها حضور ذهن ندارم دقیق، اونا هم به نام طیوبی یوسفی. ما 5 خانمی بودیم که کاندید کردیم خدا در از ولایت دایکنی و شهر نیلی. شیرین محسنی کامیاب شد به انتخابات. همون زمانی که خود کاندید کردین سال 1384 دقیقا شما چند ساله بودین؟ 25 سالم 25 ساله. خلاله وقت گرفت و از مهاجرت آمدیم و یک مقدار زمان رو گذراندیم از او خاطر. و خدمت شما عرض کنم، انتخابات به هر مسائل کمپاین ها بود و من به تمام 9 ولسوالی ولایت دایکندی رفتم، و او منجر به شد که تجربه پیدا کنم که منطقه دایکندی یک منطقه ایه که از لحاظ مردم بومی، مردمایی که
سطح سوادشون اون زمان چون دسترسی به روستایی بودن و دسترسی به امکانات شهری نبود، درصد خیلی زیادشون اون زمان بی سواد بودن و سطح رفاه و زندگی آسایش مردم فکر کنم مثلا از 100 روی 20 بوده دیگه، 20% بود دیگه اون زمان از 100 اگر حساب کنید. و این که اون زمان خب منجر به این شد که ما دیدم که اونجا دانشگاه نبود دیگه، خب باز ما تصمیم گرفتم به کابل برگردم و در آنجا امتحان کانکور بتم و به خیر درس ها رو شروع. قبل از این که به تحصیلاتتان بپردازیم، این رو میخوام برام جالب است بدانم که شما با توجه به این که دوران سخت مهاجرت و سفری کردید با محیط افغانستان، مخصوصا ولایت دایکنډی تقریبا ناآشنا بودیم به فرهنگ و همه مواردش، چگونه شما جرأت کردین که بیاین خود کاندید پارلمان بسازین با توجه به اینکه سنتان هم تقریبا کم بود؟ و یعنی منشأ این خواست شما چی بود که شما آمدید خود کاندید پارلمان ساختین؟ و ای که بعد از ای که شما حالا کاندید شدین به 9 ولسوالی سفر کردین، خب اما کامیاب نشدید، دیدگاه شما و نگاه شما بعد از او چگونه بود و ای که چگونه باید کار بکنید و مردم چه رقم فعالیت داشته باشید؟ در اون زمان وقتی که من به منطقه رفتم، کل مردم به جمع والی قماندان امنیت، چون پدرم یک آدم سرشناس بود، کلگی می آمدن به خانه ما به خاطر که پدر جان ما ببینن و تبریک بگن که تو بعد از این همه مهاجرت آمدی و احوال احوالو پدرم هم میپرسیدن. من در او اسنا دیدم که بسیار مردم های خانوم های ما در ولایت دایکنډی در فکر مثل کمون اولیه زندگی میکردن، همون تو یک زندگی سخت، بسیار زندگی ساده زیستی، تعجب بود برای اونا. اونا میامدن ما رو میدیدن فکر یک آدم های جدید دیده بودن، ما اونا رو میدیدیم ما برای ما تعجب بود. فکر مثلا ما از یک جای نسبتاً مدرن آمده بودیم، شهری تقریبا، و اونها یک خانواده و یک زندگی روستایی که به سطح اولیه زندگی میکردن، ما برای اونها جالب بودیم و زندگی اونها برای ما. من تصمیم گرفتم که از یک جایی باید شروع کنم برای خانمای افغانستان و او خوب است که از اون زادگاه خودم شروع کنم. اگه من بتونم برای زادگاه خودم یک مستر خدمت باشم، یک کاری را بتونم براشون انجام بتونم، یک آگاهی دهی، و بنابراین تصمیم گرفتم که از همون منطقه شروع کنم و اون زمان خود کاندید پارلمان کردم و در کنارش شروع کردم در مو قسمت ها گاهنامه به نام آسمان دایکنډی را گرفتم. گفته چیز بخش محسسی شدم سال 84، همزمان با این که من کاندید پارلمان بودم خیلی هم نام خدا فعال بودم، یعنی بیکار نمیشستم. یک اولین چاپ آسمان دایکنډی را، نشریه آسمان دایکنډی را که اول به نام گاهنامه بود، خیلی مطالب داشت. یکی از مطالبشی بود که یادم میاد به نامی که جوانها جوانی نکردن پیر شدن، یکی از این موضوعی بود که سرمی در گاهنامه من اشاره کردم. در بخش بلافاصله ما بودم، همشیرم بود، البته از امو امکاناتی که مثل خانه بود، خب ما اونجا قلا داریم، قلای چهار برجه و اینا، امکانات جای و زمین اینا بود از پدر جانم. ما هم بلافاصله کورس سواد حیاتی رو شروع کردیم. ما یک همشیرم به نام بلقیس، همزمان انتخابات در دمو چند ماهی که ما وقت داشتیم که برای کمپاینا هم چیز میکردیم، در اوایل ما همین کارا را شروع کردیم، مثلا مسالف امی کاندید شدن در پارلمان، گاهنامه و این می کورسی را که شما ایجاد کردیم. ما از دیار مهاجرت که آمده بودیم، شکر الحمدلله در ایران که بودیم، ما شکر موتر بود، پیسه پول پیش خانه بود، و خب ما با دست پر آمده بودیم به افغانستان. وقتی که از دیار مهاجرت آمدیم با یک دست پر آمدیم، و اون زمان من یک برادرم در استرالیا بود و الان هم هستن، اونا هم مرا کمک کردن. مردم محل چقدر دلسوز بودن، شاید باورتون نشه بالای 100 تا برای ما
البته مهمانی پدرم فکر مثلا گاو و گوسفند و اینا آورده بودن. او خو رواج منطقه است، مثلا یک کسی که میان برایشون مهمانی میکنه، از ولایت و ولسوالی ها که می اومدن برای پدرم، چون پدرم دعوت میکردن، پدرم میگفت من رسیده نمیتونم، دخترم مثلا اینجا است و ما باید برای کمپاین دخترم تلاش کنیم. و خیلی خاطرات جالب بود، حس مردم خیلی حس خوبی بود، مردم مهربان بودن و میمی دین به ما مانده بود که ما باید یک کاری برای مردم بکنم. از او خاطر امو انرژی رو داشتم، کورس سواد حیاتی را شروع کردم، ما و همشیرگه که بلقیس که البته هم بفا تقریبا یک چند سال شده، او هم به رحمت خدا رفته و اولین خانم معلم بود که او شروع کرد تا صنف 5 سواد حیاتی را درس میداد به دخترای کنده خود نیلی، که حتی از هپیتات هم آمده بودن برایش لوح تقدیر رو آورده بودن که اولین دختر نمونه معلم کوشا. و این بود کارهایی که در منطقه ما انجام دادیم. آمدیم پس به کابل. در کورس سواد حیاتی استادش فقط شما و خواهرتان بودین؟ ما استاد رسمی نبودم، استاد رسمی خانم بلقیس شجاعی بود، خوارکیم. من صرف بعضی مزامینا را هم تو به عنوانی که کسی که میگه علم داشته باشه باید زکات او رو بپردازن، من هم یکان صنفای مثلا ریاضی یا مثلا تا صنف 5 دیگه برای دخترها من تدریس میکردم، او رو به عنوانی کسی که دین خدا ادا کنه و باشم یک نقش فعال داشته باشم. ولی معلم اصلی صنف ما بلقیس جان بود، خدا من رحمتش کنه. باز ای که شما اونجای فعالیت ها را داشتین، زنها چقدر استقبال میکردن از این نمی کارکردهایتان، فعالیت هایتان، چقدر شاگرد در او سنف کورس سواد آموزی داشتین؟ با توجه به ای که در داخل قریجات مخصوصا مثلا جاهای مثل ولایت دایکندی زندگی زنان خیلی مشکل است، خیلی سخت است، اونا با دشواری های بسیار زیادی مبارزه میکنن، هم اونا در روی زمین مجبور هستند که کار بکنن همراه همسرانشان، هم ای که گاو و گوسفند هست که همراه او مصروف هستن، و هم نان پختن است، دیگ پختن است داخل خانه و نگهداری از اطفال است. اونا هیچ تایمی برای ای که شاید فکر کنن بیایم درس بخونیم، بعضی وقتا آدم فکر میکنه که شاید نداشته باشن یک همچین فضا یا یک همچین فضایی را نذارن به خاطر درس خواندنشان. ای استقبال چگونه بود و ای سختی هایی که شما دیدین در داخل قریجات را هم یک توضیح بدید. دقیقا خیلی سخت بود. اون زمان خانما نمیماندن خانما درس بخونن، به خاطر اینجا کار شاقم بود، مثل گفته شما نان زدن و کارهایی که در زمین باید کار میکردن. و وقتی که یک خانم معلم یک دختر شد که همشیرین بود و ما هم در کنارش، یک نوع کمپاین شد، یک نوع هیاهو شد که حتی خانمایی بودن که ازدواج کرده بودن و اولاد داشتن، طفل داشتن، سنی ازشون گذشته بود، اونا هم آمده بودن. یک سنفی بود که دخترای جوان بود، یک سنفی بود خانمای میان سال بود. حتی گفتنش جالبی بود که حتی خانم بود که 70 ساله هم بود آمده بود در سنف که من دوست دارم قرآن بخوانم، قرآن یاد بگیرم. یک رقم هایوهو شد، یک رقم مردم امید پیدا کرده بود که مثلا دخترای آقای شجاعی آمده، از این بعد خانمای ما با سواد میشه. و همیشه اونا مردم ریش سفید منطقه میگفت به من که همینجا وظیفه بگیر، اگر وکیل نشدی همینجا وظیفه بگیر که باشی برای خانمای ما، یک دخترای ما از تو یاد بگیرن. یعنی اقه اونا مردم های صمیمی هن، گپ مثبت خیلی زود جذب کنن. در تمام ولایت مثل بامیان هم همونطوری است، در غزنی هم اینطور است، من چون اونجا سفر کردم. در واقع باید یک مدیر یا یک رهبر کاریزماتیک داشته باشه مردم های افغانستان، چه ولایت هم چه سطح کشور. ما همیشه از یک جایی که ما همیشه ضربه خوردیم، یک جنگ های داخلی بود، دو مهاجرت ها بود و سه
راه های مواصلاتی که مثلا در قریجات هزارستان که میری، راه های مواصلاتی بی نهایت در زمستان 6 ماه تقریبا راه بند است، برف میزنه و سرک ها خراب میشن، چون من زمینی هم زیاد مسافرت کردم به هزارستان. و یک گزینه دیگه هم که میخواستم به شما بگویم، کل این عوامل است که تأثیر کرده که همین مردم اجتماعی افغانستان از همین گزینه ها ضربه بخورن. پس استقبال خیلی عالی بود از این که اونا درس بخونن، پیشرفت بکنن و بتونن که حداقل با سواد شون، که ای به شما حتما انگیزه داد. بله بله. و او زمان دولت یک رقم بود که خیلی پروژه میدادن به دیگه مؤسسات، که پروژه آموزش بود، حرفه بود، که مثلا به خانما، مثلا او زمان چرخه خیاطی میدادن که خانما خیاطی کنن، حرفه یاد بگیرن، ولی و یک وقت که استاد نبود، امکانات میدادن استاد آموزش بود. اول ایره در ذهن محمد که دقیقا شما این فعالیت ها را در کدام قریه داشتید؟ از ما بیشتر مرکز خود چیز بود، ولایت دایکنډي، نیلی کنده. خب در مرکز و امو منطقه های اطراف که خودمون نیلی هم خیلی منطقه و چیز داره دیگه. سوال بعدی بود که انمی دایکنډي، امیال شما گفتین که پروژه خیلی زیاد بود و مؤسسه های پروژه ها رو تطبیق میکرد، در دایکنډي چقدر از این پروژه ها تطبیق میشد؟ یعنی ولایت ها و قریه های دایکنډي چقدر مستفید میشدن از این پروژه ها؟ تقریبا فکر کنید از 100% پروژه که بگیریم، 2% در ولایت دایکنډي تطبیق شده. و هم گفتم دلیلایش خیلی خوب، یک سری گپای سیاسی هم بوده و یک سری گپای امکانات راه های مواصلاتی بوده که راه خیلی سخت بود، صعب العبور بوده و تاثیر گذاشته، و سه کمبود نیروی کار متخصص. یعنی او زمان نیروی کار نبود که مثلا اگرم کورس خیاطی رو میذاشتن، خب شاید دستگاه خیاطی رو بین مثلا 30 نفر، 40 نفر یا 50 نفر خانم توزیع میکردن، بود استاد خیاط نبود برای خانما ترنینگ میدن. کل اینا عواملی بود که تاثیر میکرد که یک جای کار حداقل میلنگید. اگه امکانات بود استاد نبود، اگه استاد بود امکانات نبود. شما بحث سیاسی را مطرح کردین، بحث سیاسی رو شما چگونه میبینین؟ یعنی اجازه نمیدادن پروژه در ولایت مثلا دایکنډي تطبیق شود؟ شما دقیق نگاه کنین، ولایت دایکنډي را با ولایت قندهار شما مقایسه کنین. در قندهار حدود فکر 80% پروژه تطبیق میشود، از همه نوع پروژه سرک جوری، ساختمان جوری، شفاخانه، خدمت شما ارسوم، زراعتی، حرفوی، کل اینا رو که حساب کنه. ولی دایکنډي 2%، من چرا میگم 2%؟ یعنی 80% شما مقایسه کنید و 2%، و دیگه ولایت هم همینطور. من فقط یک مثال این دو ولایت زدم. خب بلی. پس این جنبه سیاسی دارد، یعنی تبعیض آشکارا بوده در این مدت، به عنوان کسی که عملا دیدم، درک کردم و به ولایت ها سفر کردم. چند سال شما در دایکنډي بودین؟ من تقریبا برای انتخابات، همو انتخابات همی تقریبا 1 سال اونجا بودم. یعنی یک سال از بودم. 84 تا 85؟ بله، امو از 83 بگیرین تا همه سال 80 و اواخر 84. برای شمایی که تقریبا به گفته خودتان از ایران آمدیم که تقریبا امکانات رفاهی بود، زندگی شهری بود و زندگی راحتی بود، ای که برین در ولایت دایکنډي زندگی بکنین خیلی سخت نبود؟ با توجه به اینکه خودتان بیشتر گفتین اونجا 6 ماه زمستان هست، راه ها بسیار صعب العبور هست و امکانات رفاهی، خدمات زندگی اصلا وجود نداره و که خیلی کارها باید با دست مثلا صورت بگیره، این خیلی بر شما مشکل نبود؟ بله خیلی مشکل بود. حتی ما زمانی که رسیدیم بسیار مریض شدیم، به خاطر که تغییر آب و هوایی بود و خب مریضی هایی که هر کسی بعد از مهاجرت میگیره، شاید هر کس تجربه کرده باشه.
مثلا از مشکل پیدا کردن در معده و تقریبا حساسیت های پوستی، دیگه حتی نانش تقریبا وقتی که من نان خشک او مثلا در تنور بود می آوردم به ما می دادن، من هضم نمی دانستم. همیشه چون خیلی طبیعی و خیلی سخت بود که معده من مثلا هضم کنه، چون نمی فهم بخاطر همه جو خشک مثلا کوهستانات هزارستان، حتی نان و غذایش بسیار قوی و بسیار سخت هضم است که من همیشه مشکل داشتم با می، حتی غذایش، حتی امکاناتش. فکر کنم حتی زمانی که ما رفته بودیم او زمان، فکر کنم هنوز مردم با مو سیستم سنتی در او جوی مثلا سرجانشان رو میشستن او زمان، یعنی حتی رواج یک حمام نبود، حمام نداشتن مردم منطقه. کم کم همی تو شد که حمام جور کردن و کم کم کلن تغییراتی که تقریبا از روستایی بودن به طرف چیز رفتن، شهری شدن مردمش. بسیار زود بسیار تغییر کردن، بسیار ساخت سازا شد، بسیار در قسمت شفاخانه ها تغییر آمد. حتی مثلا دخترای بودن که صنف 12 که از او زمان مثلا شروع کردن دکتر شدن، آمدن درس خواندن، حالا رفتن اونجا دکتر هستن و خیلی تغییر آمد در 20 سالی که گذشت. تبعیض جنسیتی را در اونجا چگونه شما میدیدین؟ در منطقه ولایت دایکنی خیلی زن ستیز بودن و یک بخشی که چون او زمان ها زیاد اکثرا پدر مادر اونا مولا بودن، یعنی زیاد در کاراکتر باید دخترشان ملایی بخوانن، دخترشان نباید یک نظامی باشه، دخترشان نباید یک دکتر باشه، به می طرز فکر بودن و رفتن ما در اون منطقه یک نوع تابو شکنی بود. و چون خیلی خانواده مشهور بودیم از لازمی که از لازم میگفتن اینا سرشناسن، خوب تاثیر گذاشتیم سر اهالی منطقه که باید کل دخترها درس بخونن، هیچ تبعیضی نباید باشن. خب کل افغانستان یک جامعه مرد تقریبا مرد سالار زن ستیز است. اگر که آخرین سوال مثلا در این مرحله زمان از شما داشته باشم، بهترین خاطره و تاثیرگذارترین خاطره تان را که میتونین از زندگی در ولایت دایکنډي بعد از مهاجرت داشته باشین که هنوز هم به یادتان هست چی است؟ یک زمانی که بهار میشه در ولایت دایکنډي، که الان ما و شما هم در بهار 1402 هستیم، جشن شکوفای بادام هست. چون اونجا درخت های بادام زیاد است، یک رقم فکر میکنید در بهار بعد از برف مخملی سفید، گل های سفید گلابی بادام، و او خاطر خیلی برام جالب بود. و ای که آسمان نیلی دایکنډي بیگونه نیلگونه آبی رنگه و شبا همه شهاب و ستاره میبینید در آسمانش، این بهترین خاطره بود که یعنی من خوی گرفته بودم با طبیعت هزارستان. یعنی سفارش میکنم که دوستا حتما برن یک چند مدتی را در حال و هوای هزارستان زندگی کنن، هر ولایتی که باشن. احساس میکنی که با هر اکسیژنی که تنفس میکنی تو رو به جوان شدن میری، احساسی رو نمیکنی که پیر میشی، احساس میکنی که همو انرژی که در حاله های طبیعت هزارستان هست و تو انرژی رو میگیری، تنفس میکنی برای زندگی. فعالیت هایی که در دایکنډي شروع کردین اونا تا کجا ادامه پیدا کردن و در مورد تحصیلاتتان بگویید؟ استارت همی گاهنامه دایکنډي و همی کورس های سواد حیاتی را که در همون سال ما امرای فامیل و بعدها دوستایی به ما ملحق شدن، البته از قسمت مردا که اینا هم استاد شدن دیگه در کورس سواد حیاتی، ما
آمدیم به کابل چون امتحان کانکور بود، من امتحان کانکور دادم. کانکور سال دادم چند کانکور داده؟ تقریبا آخرای سال 84 بود دیگه، فکر 85 داخل شده بودیم. امتحان کانکور دادم و اقتصاد ننگرهار جلالآباد کامیاب شدم، ولی مادرجانم اجازه ندادن که بخوانم، به خاطر که یک ولایتی که ذره از کابل دور بود و یکم خود تقریبا 2 ساعت راه اینا بود، ولی خب مادرم همه دوریش قبول نکرد، به خاطر گفت که دختر جوان هستی و راحت نیستم که بری به جلالآباد درس بخونی. خب قبول نکردم، اما بعد از 2-3 ماه بعد امتحان کانکور آکادمی پلیس شروع شد. با خانواده در جریان گذاشتم. خانواده ما اول یک مقداری به خاطر که مسائل امنیتی بود و همی گپا با ما گفتن که ما دوستان ملکی بخوانیم. بعد ما باز بعد از او امروی پدرم گپ زدم، پدرم گفت که دخترم نظامی سخته، یک محیط خوش که مردان است و هر جور خوش داری، من نظری ندارم. یعنی پدرم انتخاب به دست خودم گذاشت و من چون علاقه داشتم به یک نظامی و دوست داشتم که همه از یونیفرم نظامی خوشم می آمد، از همی ای که تطبیق کننده قانون هست، تنفیذ قانون و قانون مجری قانون هست رو در قانون در داخل اجتماع رو تطبیق میکنه، رفتم و کانکور دادم و بین تقریبا 7 دختر کامیاب شدیم در کانکور آکادمی پلیس. کنم از هر ولایت بودن، یکیش از بلخ بود، دیگهش از بامیان بود، از دایکندی بود، از غزنی بود، از خود کابل بودن و از هرات بودن. اینا 7 دختری بودیم که شروع کردیم آکادمی پلیس خواندن 4 سالش. خب در مورد نمی وقتی که کامیاب شدین و شروع کردین، خب پدرتان که اختیار را به دست خودتان گذاشت، خب ما همیشه در جامعه زن ستیز افغانستان میبینیم که همه در زندگی آدم دخالت میکنن، از همسایه و دوست و فامیل بگیر تا همه مردم، که دختر چی به پلیسی، دختر چی به نظامیگری، آره دیگر مثلا رشته های تحصیلی کم بود که شما میرفتیم درس میخواندیم. آیا شما با این گونه موارد مواجه شدین و چگونه مقابله کردین؟ 100% به خاطر که این یک رقم بود که من وقتی که گفتم من میخوام به عنوان یک صاحب منصب تحصیل نظامی و او هم در فاکولته نظامی رو داشته باشم، پدر مادر مشکل نداشتن، ولی در او مابین یکی از برادرای ما واقعا قبول نکرد. به من گفت که میخوای درس بخوانی ملکی بخوان، من نظامی دوست ندارم. و من بهش گفتم من دوست دارم، این انتخاب من است، من دوست دارم بخوانم. و همونجا یک ذره با هم دیگه بحث کردیم و من پدرم در جریان گذاشتم، گفتم من دوست دارم رشته رو بخوانم، علاقه دارم، آرزو دارم. و پدرم اونجا فیصله کرد که هرچی دخترم دوست داره بخونه، و اونجا کاملا برادر من خاموش کرد که یعنی دخترم دوست داره رشته رو و بخونه و من اختیار دخترم به کسی نمیتم. این جمله پدرم همیشه برای من قشنگ بوده، یعنی تو برادرش هستی ولی من پدرش هستم. من خودم دیدم همونجا در انتخاب رشتم که برادرم واقعا خب رأی مخالف داشت. او هم به این دلایل که نظامی برای پسر است، محیط افغانستان آپذیرای دخترای نظامی نیست، امنیت خیلی خطرناک است. تو مستقیما با گروپ های افراطی، او زمان که او زمان تقریبا فقط گروپ افراطی ها فقط طالب بود و چند گروپ دیگه، و به خاطر همین برادرم دوست نداشت من نظامی شم.